سهراب سلیمانی انگل برادر قاسم سلیمانی سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی سازمان زندانها رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه پردیس لالیم وابسته به مؤسسه ملل موحدین متعلق به سپاه قدس مبلغ سرمایه گذاری در پروژه لالیم 5.5 میلیون یورو نوع پروژه ساخت دهکده توریستی هتل 4 ستاره انواع رستوران زمین های ورزشی، سالن کنسرت و همایش در زمینی به مساحت 16 هکتار و زیربنای بنای 60 هزار متر مربع. این پروژه منجر به نابودی منابع آبی و تخریب 17 کیلومتر مربع از جنگل های میاندرود ساری شده است. قاسم سلیمانی هم در زمان حیات یکی از شرکای پروژه دهکده لالین بود. عضو هیئت مدیره هلدینگ پردیس پرهام کیش مجری زیرساخت‌های های ارتباطی عبر پروژه شاندیز کارت اعتباری پدیده فروش سهام از طرف سازمان بورس سهراب سلیمانی دوست صمیمی و شریک تجاری رضا نمکشناس معاون مالی هواپیمایی ماهان و یکی از ثروتمندترین مفسدان اقتصادی بنیاد تعاون سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است که در آینده درباره او خواهیم گفت وبسایت دهکده توریستی لالیم و هلدینگ بینون مللی تجارت الکترونیک پرهام کیش متعلق به سهراب سلیمانی برادر قاسم کتلت است. حسن عباسی میگوید: گوید ولایت مداری یعنی نپرسید چرا رد صلاحیت شدم. حسن عباسی در جلسه بصیرت افزایی انتخابات در هیئت فاطمیون قوم می گوید ولایت مداری یعنی وقتی رد صلاحیت شدی نگویی چرا رد صلاحیت شدم. ولیت مداری یعنی مثل چهار سردار سپاه و یک ژنرال ارتش بعد از رد صلاحیت بدون ادا و اینکه بگویی رأی نمیدهم بروی به عنوان پیاده نظام در ستاد نامزد اصله فعالیت کنی 45 درصد مردم فرانسه حرام زدند به خاطر همین فرانسه مهد لیبرالیسم است اگر لیبرال ها در جایی پیروز شدند یعنی آن جامعه را حرامخواری و حرامزادگی فرا گرفته است همتی یکی از بانیان حرامخواری در جامعه است که قانون بانکداری ربوی را دنبال می کند. ایران تنها کشور در دنیا است که مخالفان خود و به کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند فرصت شرکت در انتخابات را میدهد. از روز شنبه پروژه من اخراج حسن روحانی از مجلس خبرگان است. روحانی دیدگاه کینزی در اقتصاد دارد. وای بر نمایندگان مجلس خبرگان که او را تا کنون اخراج نکردند. چنین فردی نمیتواند نائب امام زمان را انتخاب کند طرح هدفمندی یارانه ها طرح لیبرالیستی بود تا بوده در این کشور لیبرالیسم اجرا شده هاشمی خاتمی احمدی نژاد و روحانی هر چهار نفر لیبرال بودند پس کی قال صادق و قال باقر میخواهد در این کشور اجرا شود علم اقتصاد مرده است بعد از فروپاشی اقتصاد آمریکا در بحران وال استریت دانشمندان بزرگ اقتصاد گفتند علم اقتصاد مورد است علمی به نام اقتصاد نداریم علیت مداری از نظر حسن عباسی یعنی در مملکتی که دوستها و اختلاسگران و جانیان و آدم کشان در رأس کشور و در اوج امنیت نشستند، تو در خیابان هر بلایی سرت بیاید باز هم به همین جانیان رأی بدهی اسید پاشان، سفارت نوردان، موشک پرانان، قناسب دستان، تیربارچی ها، سلاخان، شکنجگران، صد معبری ها، برادران قاچاقچی، شکارچیان غیر مجاز و همه در اوج امنیت و ناموس مردم در خیابان و روز روشن نمایش تریبون آزاد در شهرهای مختلف به صحنه محاکمه حکومت خامنه ای تبدیل شد تریبون آزاد که با سرپرستی آخوندها و بسیجیها و در محاصره نیروی انتظامی در شهرها برگزار می شود ظاهرا قرار بود محلی برای گرم کردن فضای انتخابات باشد مردم را به شرکت در انتخابات فرا بخواند اما تصاویر ارسالی از شهرهای مختلف کشور حاکی است که این نمایشگاه ها به صحنه محاکمه خامنه ای 43 سال دیکتاتوری دینی تبدیل شده است. صحبت های دو تن از هموطنان در شهرهای قوچان و یکی از شهرهای غرب کشور گوش کنید. جوان قوچانی میگوید 42 سال است که وضع ما تغییری نکرده. هر چهار سال میتینگ انتخاباتی میگذارید و وعده میدهید. این دوره من رأی نمیدهم. ما گلوی من را پاره کردیم که نوید افکاری را ادام نکنید اما گوش نکردید الان هم من مثل شورای نگهبان صلاحیت این هفت نفر را رد می کنم و با آنها رای نمی دهم. انتخابات از پیش تعیین شده است فقط ما را برای بالا بردن آمار شرکت کنندگان می خواهند. اما وضع از این بدتر خواهد شد سخنان این جوان قوچانی با کف زدن مردم حاضر در صحنه مواجه می شود هموطن دیگری از کرمانشاه در حالی که آخوند مسئول تریبون آزاد حرفایش را قطع می کند می گوید در میان همین جماعت یک نفر هم رأی نمی دهد. من نظرم این است که من رأی نمی دهم و در خانواده من هم یک نفر رأی نمی دهد. برای اینکه چهل سال است که دروغ حاکمه و مشکلات مردم بیشتر شده. دیگه برای مردم چیزی باقی نمونده. هیچ کس رأی نمیده. این هموطن سپس خطاب به آخوند گرداننده نمایش تریبون آزاد میگه حالا دیگه میزان رأی مردم اومده دستتون ولی فردا میاید اعلام میکنید که 90 درصد مردم شرکت کردند اما واقعیت اینه که مردم شرکت نکردند تصاویر ارسالی از شهرهای مختلف حاکیه که تریبون آزاد حکومتی به صحنه محاکمه 43 سال ظلم و ستم و بی‌عدالتی تبدیل شده مردم آنقدر حکومت را ضعیف و درمونده یافتن که دیگه به صورت علنی نمایش های سازمان یافتش را به ضد خودش تبدیل می کنند. این فرایند علامت ورود جامعه ایران به فاز جدیدی از نارضایتی و ابراز خشم به حاکمیته. سنتسازی برای مالکشی دوزدی های حادی رضوی پرونده پاداش نجومی در بانک سینا همکاری با همان دولت پنهانی که حالا شعار مخالفت با آن را می دهد. درخواست بنزین پنج هزار تومانی علا رقم اطلاع از تبادش و نقش در جنایات آبان، اختلاس 1700 میلیارد تومانی بانک ملی در زمان وی، فساد با فاطمی رئیس ستادش که قبلا در موردش گفتیم، مشهور به شریک دزد بزرگ علی انصاری، شیادی و تناقض‌گویی و دروغ در مورد ATF، واردات خودرو بنزین و غیره مخفیکاری و سانسور آماری در زمان مدیرعاملی بانک ملی و بانک مرکزی و اینها فقط گوشه ای از فساد همتی است که رسانه شده یکی از دلایل وضعیت و انصداد کنونی فساد و بنگاهداری بانک هاست فاسدترین مدیران بانکی تیم همتی را تشکیل می‌دهند. از فاطمی تا فتانت رئیس بانک آینده متعلق به دزد بزرگ علی انصاری که در صورت مسلط شدنشان بر همه کشور روزگار سیاهتر ایرانیان در انتظارشان خواهد بود دلارهایی که اصلاح طلبان و در رأس آنان ظریف و محمد خاتمی دوز دیدند تا در انتخابات آمریکا دخالت کنند و نایاک حتی به کاخ سفید ورود کند برای خیانت بیشتر به کشور حالا کار دستشان داد ناصر موسوی لارگانی عضو ات رئیسه مجلس در گفتگو با نود اقتصادی میگوید نگرانیم قبل از پایان دولت روحانی خیانتکارانی که در ماجرای دلار 4200 تومانی تخلف و فساد کردند از کشور خارج شوند و به ریش ملت بخندند قوه غذایی دزدان دلار 4200 تومانی را قبل از پایان این دولت ممنوع خروش کند محمد خاتمی از مردم میخواهد در انتخابات شرکت کنند حرامزاده تر از محمد خاتمی در بین آخوندها پیدا نمی شود. خائنی که تاریخ ایران او را به پلیدی و پستی و پلشتی یاد خواهد کرد. سال 88 مانند آب خوردن خون جوانان مردم را فروخت و فرزندانش را هم روانی آمریکا و اروپا کرد. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.